حضرت علی را خطاب میکنیم، حضرت علی شیار از ما نیست، بی ادبی نمیکنیم به حضرت علی خودمون. حضرت علی ما دوست پیغمبر بوده، صحابه دوستای پیغمبر بودن، دوستای پاک پیغمبر بودن، غیر از اینکه پسر عموش بوده، دامادش بوده، اینا اصلا کار نداریم، دوست پیغمبر بودن. میگیم آقای علی شیعه ها، آقای علی کن فیکون، تو که میتونی کن فیکون کنی، این زن تو چرا جلوی چشمت زدن در خونه‌ت چکوندن؟ تو که میتونی کن فیکون کنی، نمیذاشتی که فاطمه سخت جنین بشه؟ تو که میتونی کن فیکون کنی، چی کاریه که میری سر چا گریه میکنی که به من ظلم کردن؟ اینو به حضرت علی میگیم. میگن حضرت علی میرفته به چا گریه میکرده که سر من بلا آوردن، گریه میکنه، ظلم کردن. آقای کن فیکون شیعه ها، شما که میتونستی کن فیکون کنی، چرا در دهانش در گردن تناب انداختن تو رو، کشیدن بردن مسجد که با ابوبکر بیعت کن رضی الله عنه؟ اصلا چرا باید ابوبکر حق تو رو بخوره تو که کن فیکون میکنی؟ چیه این کن فیکون تو که به هیچ دردی نمیخوره؟ ما این سوال از آقای کن فیکون شیعه ها میپرسیم، از حضرت علی شیعه ها میپرسیم. حضرت علی ما که این ادعا رو نداره. باز میام سراغ امام حسن رضی الله عنه، ریحانه رسول، میگم شما که کن فیکون میگردی، میگفتی بشو میشد، همون زهری که به داده بودن بخوری، میگفتی شربت بشو، باز میخوردی، تو که غیب هم میدونستی. نه، میگه اونا از قدرت خود استفاده نمیکردن. خدا رو شکر که استفاده نمیکردن. امروز چرا هر ننه قمری میره سر قبرشون از قدرت خود استفاده میکنن، اون حاجت میدن در خیال، برای که میخوای اون بیچاره ننه قمره رو مشرک کنی. اینا که از قدرت خودشون در وقتی که زنده بودن و خودشون بهترین هستی ها بودن استفاده نکردن. زنش بهش شراب داده، بهش زهر داده، در شیری خورده و مرده. چرا همون شیر ور نداشتی بدونی چی کنه؟ کن فیکون بود دیگه، خاصیت شیر یعنی ذرات عالم به دست امامه. میگفتی ای زهر تو تبدیل بشو به شربت. چرا نکرده؟ ها؟ چرا در جنگ با معاویه مثلا صلح کرد و حکومت به اون داده؟ این که کن فیکون میگد، بعد شما که میگید امیر معاویه بدترین آدم دنیاست، چرا قدرت با این قدرتی که تو داری دادی به اون؟ یعنی من میگم چرا گفتم تو برنامه، اول برنامه، تیتر برنامه ما این است که اوج دیوانگی شیعه، اوج دیوانگی علمای شیعه، اوج واقعا با این قدرت. پس چرا اینقدر ذلیل بودن؟ اون امام حسینش که به اصطلاح شجاعتر بوده، امام حسین شیعه رو میگم، از خود منو نمیگم، امام حسین ما در ورطه افتاد، یک انسانی بود عادی، غیب نمیدونست، کلک به زدن بردنش تو سرای کربلا، شهیدش کردن رضی الله عنه. ولی امام حسین شیعه کن فیکون میکرد. بابا اون نمیذاشتی این شمشیر تیر چی میگه هرمله میخورد تو گوش، توی گردن علی اصغر نمیذاشتی دیگه. تو میتونستی که تیر برگرد برو بخور تو شکم اونا. کن فیکون یعنی این دیگه، بشو میشد. نه اصلا اینو، نه اصلا خودت یک میگفتی آسمان به دست تو بود، آسمان به دست حسینه. خبر دارید یا ندارید؟ آه شیعه ها، خبر دارید یا ندارید؟ خوابید یا بیدارید؟ آسمان و باران به دست حسینه. حسین میتونه باران ببارونه، میدونی یا نه؟ کن فیکون معنیش اینه. اصلا کن فیکون یعنی هر کاری میتونه بکنه. میگفتی آسمان یعنی یک دو لیوان بارون ببارون. نه میگه امام نمیتونه، اگر بخواد میتونه، میگه نمیخواسته. خب از لشکر یزید هم بارون یک لیوان آب نمیخواسته برای پسرش، پسره رو برده بلند کرده بیچاره رو، شش ماهه رو، میگه یک لیوان آب بهم بدین. تازه چرا بالا برد دستی بالا برده؟ میخواد بگه ببین چقدر گریه میکنه بهش، چی کنی؟ از شش ماهه که شیر میخوره احمقا، بچه شش ماهه که آب نمیخوره که. کدوم بچه شش ماهه رو دیدین آب بخوره؟ هیچ کس آب نمیخوره، شیر بهش میده، شیر آبش هم هست، غذاش هم هست. خب دروغ اصلا علی اصغری وجود نداره. یه من میگم حسین شیعه، اصلا حسین شیعه غیر از اون حسین اصلی است. ولی میگیم حالا که کن فیکون میکرد دیگه، این چه کاری بود آخر کردی؟ گرفتی نمیدونم خود رو کربلا شهید کردی، بچهات فرستادی اونجا اسیری، با قول خودتون، با قول شیعه. آقا حسین ول میکنیم یا میشه امام سجاد رحمت الله علیه. امام سجاد میگه آقا تو چرا گریه میکردی؟ چرا مریض بودی تو آخر؟ تو مگر نه این است که مرض اختیارش به دست توست؟ آقا به کرونا میگه که ای کرونا تو تبدیل شو به تقویت کننده،
دست تو دیگه، کرونا به دست امامه. میدونستی یا نمیدونستید کرونا به دست امام زمانه. میگه تو در بدن این داخل شدی، این رو درستش کن. تو بدن امام سجاد بیمار بهش میگفتن، همیشه بیمار بود. بابا یک آدم عادی که پدرش بکشن والا انتقام خودش اگه نگیره ول کنه. اگر این آدم پادشاه یک کشوری باشه محال است که ول کنه پدرش بکشن نره انتقامش از دشمن نگیره. تو که کن فی کن میکردی، تو که از پادشاه بالاتری، تو که خدای روی زمین بودی، ذرات در دست تو بود، انتقام تو از یزید میگرفتی دیگه. انتقام تو رو از یزید هم سنی ها گرفتن، مصعب بن زبیر گرفته رضی الله عنه، پسر حضرت زبیر، اون گرفته، شمر اون کشته، این کی بوده، عبیدالله بن زیاد اون کشته، پدر یزید در آوردن دیگه. بلکه بنی امیه رو میخواستن سرنگون کنن، زورشون نرسید. تو که کن فیه کن میکردی، این کارو میکردی دیگه. خلاصه من نمیفهمم، حال میرسی به مهدیش. آقای کن فیه کن، تو چرا فراری هستی؟ مهدیش یارو داریم عرض میکنیم، تو که میتونی کن فیه کن کنی، خب کن فیه کن کن، زیر رو کن. پس معلوم است همش دروغ، این دیوانگی است، اوج دیوانگی است، این عقیده اوج دیوانگی است. ولی حالا چرا ول نمیکنن؟